بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. گاهی سوال میکنن که در بعضی ساختمان ها که احیانا مساحت کمی دارن یا آپارتمانیه، اینها چاه آشپزخونه و توالتشون یکیه، آیا اشکالی داره اگر چاه آشپزخونه و توالت یکی باشه یا نه؟ فرمودن اشکالی نداره، اگر یکی باشه مشکلی نداره، فقط سعی کنن که چیزایی که احترامش لازمه مثل اسماء متبرکه، مثل نان، در اونجا ریخته نشه، گرچه اگر دو تا چاه بکنن بهتره. سوال دوم این است که آیا وضو گرفتن در توالت یا غسل کردن که آبش همین داخل توالت و مستراح میره، آیا این اشکال داره؟ اینم فرمودن نه، اشکالی نداره، گرچه بهتره که آب وضو در توالت ریخته نشه. و سوال آخر این است که میدونیم که رو به قبله و پشت به قبله نشستن در حال توالت و مستراح حرامه. حالا گاهی بعضی جاها در اثر کمبود جا این کاسه توالت رو یک کمی از قبله منحرفه. خب آیا انحراف کم کافیه یا حتما باید به صورت 90 درجه باشه؟ فرمودن نه، همین مقدار که اون کاسه یا خود نشستن انسان از قبله منحرف باشه کفایت میکنه. همین که بگن رو به قبله نیستی، پشت به قبله نیستی، کافیه، لازم نیست کاملا به صورت سمت راست قبله یا سمت چپ قبله، به عبارت دیگه به حد 90 درجه برسه. همین انحراف فرمودن کافیه. نثار رو حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و دختر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات خواهد.